این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضی که آقا با همه قهریم با همه بدیم، نه با همه قهر نیستیم بد نیست. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران رابطه با غرب: ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها در این کشورها زندگی میکنن. موضعی همزمان با تلاش های این جمع برای گفتگو با طرف های غربی با هدف رفع تحریم ها به وسیله افراد نفوذی. آیت الله علی خامنه ای امروز بار دیگر از نفوذ فرهنگی ابراز نگرانی کرد، ولی این بار دلواپس عملیات دستگاه های دولتی و حکومتی بود. پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. از نهادهای نظام خاص مداخله کنند. در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد. در صدا و سیما باید مراقبت کرد. در مطبوعات باید مراقبت کرد. در وزارت علوم و وزارت بهداشت. جامعه مراقبت ها رو نمی خواهد. خواهان جمع کردن گشت های تحمیل حجاب و آزادی های اجتماعی و فرهنگی است. خواسته آنها بعد از اعتراض های جنبش مهسا عمومی تر شده. دولت مسعود پزشکیان هم وعده همراهی داده، اما موانع زیاد است. امروز بحث از بی‌حجابی فراتر رفته، به سمت برهنگی رفته. از جمله گروهی از جریان‌های تندروتر اصولگرایان که به دنبال ابلاغ سریع‌تر لایحه عفاف و حجاب از سوی دولتند. علی خامنه‌ای در دیداری که گفته شده با فعالان حوزه جنگ و مقاومت بود، به شرایط منطقه و لبنان هم اشاره کرد، بدون آنکه هیچ حرفی از کمک به نیروهای حزب الله لبنان بزند. مقاومت فلسطین پیروز است. حزب الله پیروز است. دور تازه درگیری اسرائیل و حزب الله تا کنون جان صدها لبنانی را گرفته. صدای انقلاب اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب و جهانی شدن صدای آن است. مسئله انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا نیست. اینا بهانه است. مسئله آوردن سخنی نو در قبال نظم باطل فاسد تبعیض آمیز جهانی است که امروز بر دنیا حاکمه. او نگفت شاید مسئله این باشد که این صدا در داخل هم مخالفانی جدی، به خصوص میان زنان و جوانان دارد. فرنوش همشاهی، بی بی سی.